سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما خواهر برادرای عزیزم. خیلی زیاد خوشحالم و خیلی باعث افتخار منه. خب همونجور که میدونین دفعه اول هست که اینجا میستم و بعد از فیض خداوند میخوام که از عزیزان، از پاستورین، از شبانان عزیزم خیلی تشکر بکنم که من این اجازه رو دارم، این فرصت رو دارم واقعا که اینجا بتونم بیستم و تک تک شما عزیزان رو خدمت بکنم. از چیزی که شاید من هم با تمامی ضعف‌هایی که به هر حال در من هست کسی نمیتونه انکار بکنه، در تک تک ما هست تا لحظه که در این دنیا زندگی میکنیم با تمامی ضعف‌ها داریم کلنجار میریم، ولی با یک ایمانی اینجا ایستادم، با یک قوت و تکیه به روح قدوس خدا که او بتونه امروز ما رو با هم، همه ما رو با هم دیگه، هم من رو هم شما تک تک عزیزان رو واقعا از او امروز بشنویم، از او امروز قوت بگیریم، چون اگه باور داشته باشیم روح قدوس خدا اینجاست و امروز ما رو هدایت خواهد کرد که بتونیم اون چیزی رو که برای ما آماده کرده بتونیم بشنویم و همینطور اون رو اطاعت بتونیم بکنیم. آمین. موافق هستین؟ این روزها که داشتم فکر میکردم، یعنی همه ما خیلی مشغول این دوران خیلی سخت، اتفاقات خیلی سخت هستیم که هر کدوم ما اگر نگاه بکنیم، هر کدوم یک جور نگاه میکنیم به این موضوع، به این اتفاقات، هر کدوم ما به عنوان یک شخص یک دید متفاوت و مختلفی داریم. وقتی با همدیگه میشینیم صحبت میکنیم، هر کدوم یک نظری رو میدیم راجع به این اتفاقات، این مسائلی که به وجود اومده و یک جوری میخوایم یه طوری ازش در واقع نتیجه گیری هم بکنیم. ولی نمیدونم کدوم یک از ما یا چند نفر از ما به این فکر کردیم که در این زمانها خدا چطور به این اتفاقات نگاه میکنه، این اتفاقایی که داره میفته، این حوادثی که هست. وقتی من خودم نگاه میکنم، شاید برای نسل من حداقل یک سری اتفاقات اصلا ندیدم نشنیدم ولی الان داره میفته و خیلی جای تعجب هست و یه جوری داریم جلوتر هم میریم که چیزهایی رو تجربه میکنیم که شاید خیلی برامون جدید و نوعه و هنوز هم داریم رو تجربه میکنیم. و یه چیزی که حداقل من خودم بگم مطمئن هستم هنوز نمیدونیم تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه، نمیدونیم کی قرار قطعی واقعا این شرایط تموم بشه یا یک کمی حداقل تغییر بکنه. و یکی این، و یکی این که زندگی های ما چطور، چقدر به این فکر میکنیم که خدا چطور زندگی های ما رو میبینه. نمیدونم باز به این هم فکر کردیم یا نه که من، زندگی من، رفتار من، عمل کرده من از دید خدا چطور هست. اگه یک عطری قرار زندگی من بده، یک بویی بخواد داشته باشه، این عطر چطور به مشام خدا میرسه؟ چرا؟ چون که ما خیلی زیاد اگه توجه بکنیم، ما انسان ها اینطوری هستیم، خیلی به ظواهر توجه میکنیم، خیلی دوست داریم همه چیز حداقل از زندگی ما خیلی عالی به نظر برسه، به خصوص زمانی که مردم ما رو نگاه میکنن. خیلی دوست داریم خیلی خوب جلوه بدیم خودمون رو. نمیدونم، امیدوارم که من تنها نباشم یا تجربه نکرده باشم، خیلی دوست داریم همه چیز رو حداقل خیلی عالی نشون بدیم، حتی زمانهایی که همه چیز در درون خرابه، همه چیز انگار ویران شده، ولی یه جوری میخوایم به قول خودمون آبروداری کنیم یا همه چیز رو حداقل خیلی خوب نشون بدیم و از این زمانها میگذریم، ولی غافل هستیم از اون کسی که هم داخل ما رو میدونه، هم خارج رو میدونه، در واقع ظاهر رو میدونه، باطن رو میدونه. نمیدونم چقدر به این فکر میکنیم چطور زندگی ما از نظر و از دید او واقعا خدای آسمان و زمین چطور هست. نمیدونم چقدر تا حالا بهش فکر کردیم. امروز میخوایم با هم دیگه، من کتاب هجر رو میخونم، نمیدونم چقدر از شما عزیزان رو خوندین، ولی آیاتی هست که امروز با هم قرائت میکنیم از کتاب هجر در عهد عتیق هستش در واقع، که یک کتاب خیلی کوتاهیه و خیلی غنی هستش واقعا، دو تا باب بیشتر نداره، ولی خیلی به زبان ساده داره به ما یک پیامی رو انتقال میده و امروز میخوام که یکم از یک دید و شاید از یک زاویه دیگه با هم دیگه بتونیم یه آیاتی رو من برداشتم اونها رو بتونیم بررسی کنیم و نگاه کنیم. قبل اینکه بریم توی آیات وارد بشیم، من کوتاه از کتاب هجر بگم در واقع در چه زمانی بود.
زمانی بودش داره بیان میکنه که توی کتاب حجک بعد از اینکه معبد خدا به دست بابلی ها ویران شده بود، قوم شروع میکنن که بعد از چند سال شروع میکنن اونجا رو در واقع از نو بسازن، ولی باز دوباره به خاطر سردی ها و مخالفت هایی که به وجود میاد کار خدا یا کار ساختن معبد متوقف میشه و حجک با توجه به پیامی که از خدا گرفته میاد قوم رو میخواد تشویق بکنه، میخواد دعوت بکنه که دوباره شروع بکنن، اولویت ها رو به یادشون بیاره که الان در کجا در چه زمانی هستیم، اولویت ها رو به یادشون بیاره و اینکه در واقع یکم به زندگی خودشون هم یه نگاهی بندازن. برای همین با هم میریم از کتاب حجای از باب 1 با هم دیگه از آیات 2 من برای شما میخونم. خداوند لشکرها چنین میفرماید: این قوم میگویند هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیده است. آنگاه کلام خداوند به واسطه حجه نبی نازل شده گفت: آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه های مجلل خیش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید: به راه های خیش نیک بیندیشید، بسیار کاشته اید ولی کم درویده اید، میخورید اما هرگز سیر نمی شوید، مینوشید اما هرگز سیراب نمی گردید، میپوشید اما گرم نمی شوید، و آن که مزد میگیرد مزد خود را در کیسه سوراخ مینهد. وقتی من داشتم خودم میخوندم این آیات رو، توی آیه 2 که نگاه میکنی من اینطور متوجه شدم، انگار اینطور داره میگه که انگار اصلا قوم هیچ اشکالی رو نمیدید یا هیچ نیازی رو اصلا نمیدید که باید معبد یا خانه خدا بازسازی بشه، یا این رو نمیدید و یا اینکه اگر هم متوجه این نیاز شده بود، متوجه این اشکال شده بود، میگفتش که الان وقتش نیست. در واقع فکر میکرد که الان چیزهای مهمتری هست که باید به اونها بپردازه، الان زمان این نیست، حداقل برم یا اولویت‌های دیگه‌ای رو برای خودش قرار داده بود که گذاشته بود یا موکول کرده بود به آینده. اگه بخوایم الان یکم مقایسه بکنیم، مثلا شاید خیلی از ما خیلی قسمت‌هایی هست میگیم که بذاریم حالا دوران کرونا تموم بشه یکم بگذره، یا توی درسم توی کارم یکم پیشرفت بکنم، خیلی قسمت‌های دیگه هست توی زندگی‌های ما، اینها یکم بگذره تموم بشه بعد میام میرسم حالا به بازسازی خانه خدا یا قسمتی که بیشتر در رابطه با اون رابطه ما هستش. و تو آیه 4 خدا میگه که آیا این زمانی که الان در اون هستی، وقت اینه که تو در خانه مجلل خودت که خودت برای خودت ساختی اونجا ساکن باشی و هیچ اعتنایی به خانه خدا، به رابطه‌ای که تو در واقع رابطه شخصی که تو با خدا داری، به جایی که او رو قرار دادی توی زندگی توی قلبت، به اونجا هیچ اعتنایی نداشته باشی؟ آیا الان زمان این هستش؟ در ظاهر در یک خانه خیلی مجلل هستی ولی در باطن در یک خانه ویران. در آیه 5 و 6 هم اینطور میگه، میگه به راه‌های خیش نیک بیاندیشید، میگه انگار نگاه کن کجا هستی، چه راهی رو داری میری، چه چیز برای تو مهمه، چه چیز برای تو اولویت هست، آیا نظر خدا یا نظر مردم، به چه چیز توجه میکنی، یا ترس خدا برای تو مهم هست یا ترسی که از مردم داری، توی چه مسیری تو الان داری حرکت میکنی؟ توی امثال سلیمان باب 16 آیه 2 هم اینطور میخونیم که میگه همه راه های انسان در نظر وی پاک مینماید، اما خداوند است که انگیزه ها رو میازماید. ما نه فقط شاید گاهی به زندگی خودمون توجه نمیکنیم، خیلی برام مهم زندگی مردم رو نگاه کنیم. الان فلان خواهر داره این کارو میکنه، فلان برادر این کارو نمیکنه، تازه براشون نتیجه یا تصمیم هم گاهی اوقات میگیریم، اما میگه خداوند است که انگیزه ها رو میآزماید. برای همین خیلی وقتا فکر میکنیم من الان تو راه درستی هستم، از دید خودمون همه چیز خیلی درسته، ولی در واقع از نظر خدا ممکنه که اینطور نباشه. داشتم فکر میکردم، به دو تا خط موازی من فکر کردم. دو تا خط موازی رو اگه در نظر بگیریم، هر دو دارن یک مسیری رو میرن. اگه خط اول رو در واقع خط اصلی خودمون مورد نظر خودمون قرار بدیم،
و خطهای حالا کنار اون که موازیان در یک مسیر میرن و همون چیزهایی رو ممکنه ببینن که در خطهای کناری هم میبینن. ولی چیزی که مهمه اینه که در آخر به یک نقطه هیچ وقت ختم نمیشن. بر همین ما اگه نگاه بکنیم شاید فکر میکنیم در مسیر درستی هستیم، ولی آخر به اون نقطه که خدا برای ما در نظر گرفته، جایی که میخوایم یا اون تاج جلال برای ما آماده شده، ما به اون نقطه شاید هرگز نخواهیم رسید. پس به راه‌های خودمون نگاه کنیم که کجا هستیم. آیا در مسیر درست هستم من؟ آیا در اون مسیری هستم که خدا از من میخواد؟ چرا احساس میکنم که هیچ برکتی انگار تو زندگی من نیست؟ بعضی از ما ممکن از خودمون بپرسیم چرا رابطه های من انقدر خرابه؟ چرا انگار هیچ چیز درست نمیشه؟ هر کاری که میکنم، هر جا شاید خیلی تلاش میکنم، تلاش های انسانی میکنم، یا چرا هرچی انگار میدوام به هیچ جایی نمیرسم؟ من خیلی شنیدم از افراد مختلفی که هرچی میدوام، هرچی کار میکنم، انگار هیچ فایده ای نداره، به هیچ جایی نمیرسم. در آیه 7 دوباره میخونیم، دوباره اینجا انگار داره کلام خدا تأکید میکنه، میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید، به راه‌های خیش نیک بیاندیشید. خداوند لشکرها چنین میفرماید. چیزی که من خودم خیلی بهش این مدت فکر کردم و توجه کردم این بود که ما چه بخوایم چه نخوایم، چه متوجه بشیم چه متوجه نشیم، و چه ایماندار باشیم چه نباشیم، روی افراد زیادی ما تأثیر میذاریم. افراد زیادی هستن که زندگی ما رو نگاه میکنن، رفتار ما رو، عمل کرده ما رو نگاه میکنن، و چقدر بیشتر از ما که به عنوان یک ایمانداران هستیم که برای در واقع تأثیرگذاری خوانده شدیم. تأثیرگذاری خوب ولی نه تأثیرگذاری بد، این هم مهم هست. این موضوع که بدون اینکه متوجه باشیم ما تأثیر میگذاری، من کوتاه تعریف بکنم. من زمان این رو متوجه شدم که جلسات هدفمند میومدیم، اوائل ایمانم بود و اونجا نمیدونم حتما یادتون میاد یک سوالی از ما کرده میشه که میگن که قهرمان زندگی تو کیست و تو چه کسی رو الگوی خودت تو این دنیا قرار میدی؟ دوست داری که شبیه چه کسی باشی؟ چه کسی رو دنبال میکنی و الگوی خودت قرار میدی؟ اونجا نمیدونم عزیزانی که اونجا خدمت میکردن یادشون باشه، اونجا 8-9 نفر فقط خانواده من و فامیلای من بودن اونجا، و وقتی که از ما پرسیده میشد، یه عزیزی که اونجا بود که داشت تازه وارد سن نوجوانی میشد و خب از بچگی من با او بودم و من رو کاملا میشناخت، و وقتی که نوبت اون شد از اون پرسیدن، بعد یک دفعه من اصلا نمیدونستم، یک دفعه اسم منو آورد و گفت من او رو الگو قرار میدم. من همین جوری موندم، یعنی واقعا شوک شده بودم، اول از اینکه نمیدونستم، بعد یه لحظه خوشحال شدم و چقدر آدم خوبی هستم من که این من رو الگو قرار داده. ولی راستش بعد یکم ترسیدم، گفتم واقعا الان من متوجه شدم یک نفر، اونم یک شخصی که داره وارد سن نوجوانی، سن حساسی میشه، او زندگی من رو در واقع یا رفتار من رو الگوی خودش قرار داده. من چطور رفتار میکنم؟ من چه رفتارهایی از خودم نشون میدم؟ آیا خوب هست؟ آیا بد هست؟ آیا مورد پسند خدا هست؟ چه جور الگویی من هستم؟ از اون موقع خیلی برام یه جوری حساس شدم نسبت به این موضوع. پس افراد زیادی هستن که نه فقط من رو میبینن، شاید بتونه حتی کوچکترین رفتار من روی این عزیزان بتونه تأثیر بگذاره، چقدر بیشتر کسایی که ایماندار نیستن. از دید خدا واقعا من چه جور الگویی هستم؟ اینو میتونیم از خودمون بپرسیم. و اینکه نه اینکه چیزی که ما دوست داریم به دیگران نمایش بدیم، نه، اون چیزی که واقعا من هستم، خودم هستم و خدا میخواد که از من، یعنی در واقع انتظار داره ببینم چطور الگویی هستم. به خصوص نگاه کنیم که ما از رفتارمون چه تصویری برای چیزی که خیلی مهمه، افرادی که خیلی زیاد به ما نزدیک هستن. ما خیلی وقتا فراموش میکنیم افرادی که ما نزدیک هستن. همیشه دوست داریم خیلی برای دیگران، افرادی که یه پله از ما دورترن، چون خیلی زیاد به ما نزدیک نیستن یا زندگی ما رو کاملاً شب و روز مرتب نگاه نمیکنن، چه تأثیری برای افرادی که خیلی زیاد به ما نزدیک هستن داریم؟ چه عطری از خودمون واقعا به جا میگذاریم؟
من شخصا اینطوریم، فکر میکنم اکثر ما اینطوری باشیم. وقتی میخوایم یه عطری رو انتخاب بکنیم، معمولا عطری رو میریم انتخاب میکنیم که یک رد بوی داره. نمیریم عطری رو برداریم که بوش خیلی زود میپره. یه عطری که واقعا یک رد بوی داره که هر جا میری اون بو رو انگار احساس میکنی که مثلا الان فلان شخص چند دقیقه پیش یا حتی چند ساعت پیش اینجا بوده. معمولا همچین عطری رو میریم انتخاب میکنیم. بپرسیم که واقعا من، زندگی من، رفتار من چه عطری برای خدا داره، و اینکه چه عطری من برای خدا دارم مستلزم اینه که چه عطری در واقع در برابر تمامی افرادی که اطراف من هستن در مقابل اونها هم چه عطری دارم. نمیتونم یک عطری در مقابل خدا فقط داشته باشم ولی در مقابل مردم نه، یا برعکس اون، یا برم در حضور خدا بگم خدا من عاشق تو هم، من تو رو دوست دارم، تو رو خدمت میکنم تو آخرین لحظه عمرم، ولی زمانی که از اون مذبح، از اون خدمت، از اون چیز میام بیرون، با افراد دیگه چطور رفتار میکنم، یا تو دل من چی میگذره، به خصوص افرادی که به من نزدیکن، جز خانواده منن، با اونها چطور رفتار میکنم و چه الگویی برای اونها به جا میگذارم. من یه مثالی بزنم، این رفت، یه مثالی بزنم که یکم ملموستر باشه از زندگی خودم. پدر من زمانی که ما اومدیم آلمان، 3 سال بعد اومدش به ما ملحق شد که کاملا بمونه اینجا پیش ما برای همیشه. توی این 3 سالی که نبود اینجا، خب میرفت میومد و ما خیلی دلتنگ بودیم و هر بار که میومد کلی تحویلش میگرفتیم، یعنی نه که منظور این که خیلی بهش میرسیدیم، چون دلتنگش بودیم و او ما رو میدید چقدر ما ایمان آورده بودیم، چقدر از لحاظ شخصیتی شاید پیشرفت کرده بودیم. خلاصه اینها گذشت و زمانی شد که پدر اومد پیش ما بمونه و بازم اوائلش خیلی خوب بود تا اینکه گذشت و یکم به مشکل خوردیم با هم شاید، و اون هم قسمتهایی بود که متاسفانه من اون موقع اینها رو نفهمیدم، خیلی دیرتر فهمیدم، جاهایی که برای او واقعا مثلا وقت نگذاشتم، جاهایی که باید وقت میذاشتم، جاهایی که باید او رو محبتش میکردم، زمانهایی که احتیاج داشت من این کار رو نکردم. و این تصویر در ذهن او در واقع جا افتاده بود. و خیلی جالب، شاید ما بتونیم به افرادی که یکم دورترن خیلی راحتتر ما میتونیم بشارت بدیم، خیلی راحته بیایم اعلام کنیم کلام خدا رو و اون رو بشارت بدیم، اما افرادی که نزدیک ما هستن خیلی سخت‌تره. چرا؟ چون رفتار ما رو، شخصیت ما رو اول می‌بینن. ببینیم واقعا چه چیزی رو به افراد در واقع داریم انتقال میدیم. پدر من خیلی تو حرفاش میشنیدم، چون میگفت که الان دارم میگم، میگفتش که تو برای بقیه خیلی بیشتر وقت میذاری، تو یک سره داری برای کلیسا و اینها وقت میذاری، برای من وقت نمیذاری. و دیدم بعدن متوجه شدم من چه تصویر اشتباهی از کلیسا برای او به جا گذاشتم، چه تصویر اشتباهی از محبت کردن، چه تصویر اشتباهی از خدمت کردن برای او به جا گذاشتم. مشکل از هیچ کس و هیچ چیز نبود، فقط از من که چطور با او رفتار میکردم، چه مشکلی در من بود که باعث شاید میتونست یک مانعی برای رشد ایمانی او باشه و من اینها رو اصلا توجه بهش نکرده بودم. و چقدر واقعا برای ما پیش میاد. و چیزی که من میگفتم، مثلا گاهن وقتی ناراحت میشدم این حرفا رو میشنیدم از اون، میگفتم اوکی الان شاید خیلی رشد نکرده و خیلی زود ازش میگذشتم، ولی دیدم چه ضربه و چه آسیبی من میتونستم بزنم واقعا به ایمان اون شخص که داره مدام با من در ارتباط هست. ولی خب خدا رو شکر الان خیلی دیدش واقعا عوض شده واقعا به فیض خدا، و از ایشون هم من عذرخواهی کردم، طلب توبه کردم در حضور خدا و در حضور پدرم. و تصویری که جالبه، تصویری که من برای او گذاشته بودم، شاید یک تصویر خیلی ناآگاهانه، البته یک تصویر جبر و شریعت بود به جای فیض و محبت. برای این افراد یکم سخت میتونن گاهی اوقات بپذیرن از ما، چون باستاب ما از اون پیامی که میدیم مثلا یه چیز دیگه است، فقط داریم شریعت رو به اونها انتقال میدیم. و این تصویر خیلی راحت برای افراد میتونه ایجاد بشه. پس خیلی زیاد ما میتونیم تاثیر بگذاریم بر روی خانواده خودمون، نزدیکای خودمون، پدر یا مادر یا همسر خودمون، شاید افرادی که هنوز اونقدر به کلیسا وصل نیستن، یا فرزندای خودمون. خیلی زیاد میتونیم تاثیر بگذاریم.
مهمترین و مؤثرترین بشارتی که ما میتونیم بدیم نه فقط به زبان ما هستش، بلکه زندگی و رفتار ما هست که دیگران از ما میبینن. خیلی جالب، فکر میکردم که عیسی میگه در کلام گفتش که بروید و امتها رو شاگرد بسازید. خیلی به این کلمه شاگرد فکر کردم، گفت شاگرد بسازید ولی نگفت اونجا برید پیغام رو به همه امتها برسانید، گفت بروید امتها رو شاگرد بسازید. چون خیلی راحته ما بریم پیغام رو، خیلی راحت میشه به کل دنیا پیغام رو رسوند، ولی میگه بروید و شاگرد بسازید. یعنی شاگرد بودن باید در من دیده بشه و اون افراد بخوان که من رو دنبال بکنن و بخوان شاگرد بشن. پس اگه من مسیح رو در بر نکنم، اگه او رو زندگی نکنم، نمیتونم با زبان خودم فقط بگم عیسی خداوند است، فقط بشارت بدم. چون مردم خیلی راحت میتونن بفهمن که من چطور دارم صحبت میکنم، خیلی راحت اون عطر ما بیرون میاد که آیا واقعا با تمام وجودم من او رو تجربه کردم یا نه. خیلی واضح میتونن بفهمن که من دارم رفع تکلیف میکنم یا اینکه نه، از قلب و رفتار من داره واقعا این سرچشمه میگیره. و واقعا من دیدم افرادی که میرن بشارت میدن، مثل اینکه یه کاری رو من باید الان توی یک تایم مخصوصی برم انجام بدم، برم این پیغام رو برسونم، ولی یه چند دقیقه بعد که میگذره جلوی همون اشخاص رفتاری ناشایست انجام میدن که کلام خدا رو و پیغامی که حتی پیغام خدا رو واقعا بی‌اعتبار میکنن. من واقعا به چشم خودم دیدم انگار که فقط مختص یک زمان خاصی هست، یک خدمتی هست که روی وظیفه من باید برم انجام بدم، ولی با رفتار اشتباه همون رو بی‌اعتبار میتونم بکنم. و چقدر چه تصویرهای اشتباهی الان توی دنیا هست از مسیحیت. چرا؟ چون از افرادی که واقعا ایماندار هستن تصویرهای اشتباه دیدن به خاطر رفتارهای اشتباه. بر همین میگن خیلی ما شاید شنیدیم که ای بابا اینم که شد مثل همون اسلام قدیم، همش شریعت. چرا؟ چون ما تصویر اشتباهی رو شاید در واقع به مردم، به خانواده‌های خودمون انتقال دادیم. و توی دوم قرنتیان باب 2 آیه 15 اینطور می‌خونیم که زیرا برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان. تک تک ما یک رایحه خوش مسیح هستیم. و فقط نمیگه واسه کسایی که ایماندار نیستن، بلکه واسه کسایی که ایماندار هستن. خیلی اوقات ما باعث لغزش خیلی افرادی که شاید از ما ضعیفتر هستن یا اعضای خانواده ما هستن میشیم. پس هر دو طرف برای خدا مهم هست، هر دو طرف ما رایحه خوش هستیم. و امروز بپرسیم از خودمون که ما دوست داریم که چه عطری، من دوست دارم چه عطری از زندگی من به مشام دیگران برسه. 4 نوع رو من اینجا میگم، ببینیم که دوست داریم جز کدوم از اینها باشیم. آیا دوست داریم یه عطری باشیم که اصلا بوی خوبی نداره و افراد رو فراری میده؟ بعضی از عطرها هستن، نه من تجربه کردم، اصلا از بوی خوشی نمیده و دوست داری زودتر اون فرد رو ترک بکنیم. میتونیم روحانی هم اینو تصور بکنیم. یا دوست داریم عطری باشیم که خنثاست، اصلا هیچ بویی نداره، هیچ چیزی نه بوی خوب میده نه بوی بدی میده، کاملا خنثاست. یا عطری میخوایم باشیم که بوی خوبی داره، خیلی هم بوی خوبی داره، ولی خیلی زود بوش میپره. نمیدونم تجربه کردین یا نه، بعضی از افرادی هستن که خیلی به ظاهر میبینیشون میگیم واو چه خواهر روحانی، چه برادر روحانی، اصلا همش حرفای کتاب مقدسی میزنه و عالی فوق‌العاده است و دوست داری با این شخص یک رابطه عمیق‌تر، نزدیک‌تر داشته باشی، دوست داری با این شخص دوستی کنی و از او یاد بگیری. ولی زمانی که نزدیک میشی میبینی اصلا اون چیزی نبوده که واقعا نشون میداده، اصلا یک چیز کاملا متفاوت بوده. پس آیا دوست داریم واقعا مثل اون عطری باشیم که بوش زود میپره، فقط مختص یک زمان، یک مکان خاصی هست، فقط یه جاهایی دوست داره جلوی یک سری اشخاصی روحانی دیده بشه، یا اینکه نه همیشه این عطر خوشبو از او بیرون میاد؟ میتونه اون شخص حتی خود ما باشیم که چقدر من واقعا تجربه کردم جاهای جلوی یک سر کنترل میکنیم خودمونو، الان این کارو نکنم چون من یک مسیحی هستم، اسم من یک مسیحی هست، انگار میخوام خودمون کنترل کنیم رفتار خودمون رو. و جاهای خیلی مخصوص که افراد دیگه دارن ما رو میبینن.
و البته اینم بگم که هیچ کدوم از ما در واقع انسان‌های کاملی نیستیم. همه ما پر از ضعف‌هایی هستیم. هیچ کس نمیتونه بگه الان من کاملم. ولی این که من چطور میپذیرم ضعف خودم رو، چطور خودم رو تسلیم میکنم، میسپرم و تکیه میکنم به روح قدوس خدا که من رو قادر تبدیل بکنه. برای همین خیلی مهمه که ما وقتی که یک پیامی رو میخوایم انتقال بدیم، خیلی خوبه شکست و پیروزی ما با هم باشه. بعضی اوقات افراد فقط پیروزی رو انتقال میدن، میگن ما همیشه پیروز هستیم و هیچ وقت نمیام اون شکست ها رو بگن، اون ریخته شدن ها رو برای مردم تعریف کنن، به خصوص مردمی که این روزها خیلی درد دارن. انگار یک فاصله خیلی عمیق اینجا به وجود میاد. ولی افرادی که ایماندار در واقع نیستن، شکست ها هم باید دیده بشه به همراه اون پیروزی هایی که مسیح در واقع از اون شکست های ما رو عبور میده و با او هست که پیروز میشیم. برای همین تصویر اشتباه میاد و اشخاص میان ایماندار میشن، بعد که توی یک چالشی میفتن، توی یک شکستی میفتن، فکر میکنن که اشتباه قرار گرفتن، چون اصلا ایمانشون رو جای اشتباهی در واقع بنا کردن. برای همین خیلی زود دل زده میشن و میگذارن میرن. همه ما مثل هم هستیم، مثل هم انسان هستیم و تجربه های مختلف میکنیم. بعضی اوقات تجربه ها شبیه همه، بعضی از تجربه ها نه با هم دیگه متفاوته، ولی مدام داریم تجربه هایی رو میکنیم، شکست هایی رو میکنیم، پیروزی هایی رو کسب میکنیم. ولی خیلی وقتا خیلی دوست داریم خیلی مخفی بکنیم از هم دیگه، به خصوص از خواهر برادرای خودمون، از هم دیگه مخفی کنیم، یک ماسکایی رو بزنیم، نه من خیلی آدم قوی و روحانی هستم، همیشه پیروز هستم. و چیزی که مهمه بدونیم، همه ما با هم به کلیسا میایم، همه ما با هم احتیاج داریم، هممون نیاز داریم که بیایم کلیسا، همدیگر رو محبت کنیم، همدیگر رو تشویق بکنیم، با همدیگه از خدا بشنویم. همه ما میایم اینجا که درمان بشیم، یعنی کسی از کسی فکر نمی‌کنم برتری داشته باشه، چون نیاز ما با هم بودن هست، نیاز ما کلیسا اومدن هست و همدیگر رو محبت کنیم و به یاد داشته باشیم که واقعا تک تک ما برای چه چیز در واقع خونده شدیم. خیلی اوقات این رو فراموش میکنیم. و دسته چهارم، اون عطرایی که داشتم میگفتم، دوست داریم عطری باشیم که نه فقط بوی خوش داره بلکه رد بو داره. بوش تا ساعتها میمونه و میشه اون رو دنبال کرد و هر کسی که اون رو عطر رو بو میکنه دوست داره بیاد دنبال اون و نه فقط اون طالبه که اون عطر رو هم داشته باشه. من شده رفتم مثلا پرسیدم از این شخص چه عطری، من میخوام این عطر رو داشته باشم. آیا میخوایم اینطور باشیم یا نه؟ و اکثر اوقات میگم خیلی زیاد به افرادی که از ما دورترن خیلی بیشتر اهمیت میدیم، بیشتر به اونها میرسیم به جای اینکه به خانواده خودمون، به کسایی که واقعا به ما، به محبت ما نیاز دارن اول در واقع به اونها برسیم، چون رفتار ما واقعا باستابش نشون داده خواهد شد. دوباره برگردیم به کتاب حجی در آیه 8 و 9، همون باب 1 آیه 8 و 9 اینطور میخونیم: بر فراز کوها برآمده چوب بیاورید و این خانه را بنا کنید تا از آن خوشنود شوم و جلال یابم، این از فرموده خداوند. بیش از اینها انتظار داشتید، اما بنگرید که چه اندک حاصل آمد. و آنگاه که همان اندک را به منزل بردید، بر آن دمیدم و برباد شد. چرا؟ خداوند لشکرها می فرماید به سبب خانه من که ویران مانده است، در حالی که شما هر یک به خانه خود مشغولید. انگار اینجا داره به قوم اینطور میگه که شما جای اولویت ها رو در واقع فراموش کردین، یادتون رفته برای چی خونده شدین، انقدر مشغول کارهای خودتون، زندگی خودتون، خونه های خودتون شدین که فراموش کردین و خانه من ویران مونده. پس خوشسالی رو فرا میخونم روی محصول های شما. و تو آیات جلوتر، تو آیات 13 و 14 هم اینطور میخونیم که آنگاه حجی پیام‌آور خداوند پیام خداوند را به قوم بیان کرده گفت: خداوند میفرماید من با شما هستم. و خداوند روح زروبابل فرزند شعلتیئیل فرماندار یهودا و روح یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم و روح تمامی باقی ماندگان قوم را برانگیخت و آنان آمده به کار بر روی خانه یهوه خدای خیش، خدای لشکرها پرداختن. خدا میگه بعد از اینها که در واقع این پیام رو داد، ولی بعد میگه که با این همه من با شما هستم.
با این همه من با شما، من شما رو ترک نمی کنم. انگار میگه هنوز هم فرصت هست. و بعد از اون میگه خداوند روح قوم رو برانگیخت. در واقع اومدن بعد از سخن خدا، از صدایی که شنیدن اطاعت کردن و مشغول کار بر روی خانه خدا شدن. نه با قوت و کنترل خودشون، ولی اونجا خدا میگه من هستم، یعنی به قوت من تو میتونی تکیه بکنی. و اینجا گفتم، یاد این افتادم که چقدر ما تعلیم‌های عالی شنیدیم، خیلی تعلیم‌های غنی پربار، خیلی زیاد که تک تک ما واقعا بلد هستیم اونها رو، خیلی چیزها رو ما میدونیم و بلد هستیم، ولی فکر کنیم چقدر از اونها رو واقعا تو زندگیمون اجرا میکنیم، چقدر از اونها رو تو زندگیمون پیاده میکنیم. از همین محبت کردن یک نمونش میتونه باشه. چقدر از اینها رو که بلد هستیم و میدونیم خیلی زیاد و خیلی به دیگران خیلی راحت میتونیم انتقال بدیم از طریق زبانی، ولی از طریق عمل بدون اینکه حرف بزنیم چقدر اونها رو به دیگران نشون میدیم. بعد از اون توی باب 2 تو کتاب همون حجه اینطور میخونیم که در روز 21 از ماه هفتم کلام خداوند به واسطه حجه نبی ناظر شده گفت: اکنون با زروبابل فرزند شعلتیل فرماندار یهودا، یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم و نیز با تمامی باقی ماندگان قوم سخن بگو و از ایشان بپرس کیست از میان شما باقی ماندگان که این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ اکنون آن را چگونه می‌بینید؟ آیا در نظرتان چون هیچ نمی‌نماید؟ اما اکنون خداوند می‌فرماید: ای زروبابل قوی باش، ای یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم قوی باش، و ای همه ای قوم این سرزمین قوی باشید. این از فرموده خداوند. خداوند لشکرها می‌فرماید: به کار مشغول شوید، زیرا من با شما هستم، بر حسب عهدی که به هنگام خروجتان از مصر با شما بستم روح من در میان شما باقی است، پس هراسان مباشید. داره یه امیدی رو میده اینجا تو این آیات که اگرچه همه چیز خراب به نظر میاد، همه چیز ویران شده انگار و هیچ جلالی دیده نمیشه، ولی اینو بدونی که من با شما هستم، قوی باشید، من با شما هستم. و چه چیزی میتونه واقعا از این زیباتر باشه که خدای لشکرها داره این رو میگه، خدایی که کنترل آسمان و زمین داره، زمین رو داره و همه چیز رو آگاهه، او داره به من و شما میگه که من با شما هستم، من با تو هستم. و این رو در واقع زمانی گفت که من با شما هستم خداوند، که قوم دیگه متوجه شدن اشکال کار کجاست، قوم فهمیده بودن که نیازشون کجاست و روی چه چیزی باید الان تمرکز داشته باشن. و میگه به کار مشغول شوید زیرا من با شما هستم. در واقع این رو به یاد بیاریم که خدا ما رو نجات نداد که فقط برکت بگیریم، برکتایی که توی این دنیا هست، چیزهایی که ما دوست داریم داشته باشیم اونها رو بگیریم یا فقط بیایم خدمت بشیم، بلکه او ما رو نجات داد که او رو و قوم او رو بتونیم خدمت بکنیم، نه اینکه هر کاری که دوست داریم بکنیم، هر راهی که دوست داریم رو بریم واسه خودمون و فقط گهگاهی بیایم سراغ یه برکتی از خدا که خدا من رو برکت بده، ولی من هر جایی که دوست دارم، هر مسیر و راهی که دوست دارم رو میخوام برم. خدا ما رو برای این نخونده که واسه خودمون راحت زندگی بکنیم، هر جایی که راحت هستیم بریم. و جالبه در آخر آیه 19 آخرش اینطور میگه، میگه که ولی من از امروز شما رو برکت خواهم داد. خدا میگه من از امروز شما رو برکت خواهم داد. از همین الان که متوجه شدین اگرچه انگار محصولای شما همه چی خراب شده، هیچ برکتی نیست، ولی الان که متوجه شدی، الان که این صدای من رو اطاعت میکنی و تصمیم گرفتی، نه فقط این، تصمیم گرفتی که قدم برداری، من برکت خواهم داد. از همین لحظه، از همین امروز، نمیگه آخر سر زمانی که مطمئن شدم رفتی کارو تموم کردی، بلکه از همین الان که تو در قلبت تصمیم گرفتی من تو رو برکت خواهم داد. پس بیایم امروز نگاه کنیم که توی چه مسیری هستیم، چطور خدا داره زندگی ما رو میبینه، چقدر توی رابطه درست با خدا و اطرافیانمون هستیم، کجا افرادی رو زخمی کردیم بدون اینکه متوجه بشیم، یا کجاها تصویر اشتباه گذاشتیم، چه برای خانوادهمون چه بیرون توی این دنیا. میتونیم توبه کنیم و تصمیم بگیریم که خدا از همین امروز و همین لحظه ما رو برکت بده. در آخر
باب کتاب اشعیا باب 57 آیه 14 و 15 رو میخونیم و گفته خواهد شد که بسازید راه را مهیا سازید، موانع را از سر راه قوم من بردارید، زیرا آن که رفیع و بلند مرتبه است، آن که در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده میشود چنین میگوید: من در مکان رفیع و مقدس ساکنم و نیز با آنکه روح توبه کار و افتاده دارد، تا روح افتادگان را احیا کنم و دل توبه کاران را زنده سازم. خیلی زیباست خدایی که میگه در مکان رفیع و مقدس ساکنه. این خدا در هر آن کس که روح توبه کار داره، هر آن کس که روح افتاده داره، اونجا هم ساکنه. پس امروز هم تا فرصت هست اول نیاز خود رو متوجه بشیم، اشکال کار رو ببینیم کجا هست، به مسیر و راه زندگیمون، خودمون، قلبمون، فکرمون نگاه بکنیم و تصمیم بگیریم. و مثل این آیه که میگه مهیا ساز این راه رو، در واقع مانه ها رو میگه برداریم، به جای اینکه خودمون مانه باشیم، مانه ها رو برداریم و راه رو برای خدا و قوم او مهیا سازیم. آمین. اگه موافق هستیم میتونیم سرهای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. ای خداوند، تو رو شکرت میکنیم خدای عالی، ای خدای قدوس، خدای قدوس تو رو میپرستیم خداوند، توی که شایسته هستی، خدای بی نظیر که در آسمان ها ساکن هستی خداوند. اما تو خودت گفتی که هر جایی که قلبی که توبه کاره، هر که روح توبه داره خداوند، من اونجا نیز ساکن هستم خداوند. میخوام که با فروتنی به حضور تو بیایم خداوند و به یاد بیاریم جاهایی رو که تو امروز با ما سخن گفتی خداوند عزیز. خواهیم امروز صدای تو رو که شنیدیم اطاعت بکنیم و تو به یاد ما بیاری کجاها افرادی رو شاید زخمی کردیم، شاید خانواده ما عزیز ما بوده یا افرادی که خداوند حتی ایماندار نبودن، شاید عطرهای بدی به جا گذاشتیم خداوند. میخواهیم که امروز به حضور مقدس تو دعا کنیم روح القدس، توی که تمامی نیاز و قوت ما هستی. از امروز، از این لحظه تو ما رو پر کنی خداوند، تو ما رو پر کنی خداوند، که تو رو زندگی کنیم، که کلام تو رو زندگی کنیم، کلام تو رو در زندگی هامو پیاده بکنیم خداوند. دعا میکنم این قوت رو به ما ببخشی خداوند، که راه رو مهیا سازیم برای قوم تو، برای کلیسای تو و برای افرادی که در دنیا هستن. تو ما این قوت رو بدی، ما رو بیدار کنی نسبت به راه های خودمون، نگاه کنیم کجا هستیم، چه مسیری رو داریم میریم و چه عطری رو داریم به جا میگذاریم. چون خدا و تو تنها هستی که ما رو خدا و به جمعی راستی ها میتونی هدایت بکنی. پس از روح قدوس تو میطلبیم خداوند، تو ما رو احیا کن خداوند، تو ما رو احیا کن روح قدوس خدا و چشمای ما رو باز کن به کلام تو که اون رو زندگی بکنیم. در نام عیسی مسیح خداوند.